برمیگرده به نوشتارهای پروفسور نتسل، یک از نظر به هر حال هم فرهنگی و همانندی. هم فرهنگی از نقطه نظری هستش که ما در حال حاضر در کشورهایی داریم زندگی میکنیم که آشنایی با دموکراسی و به هر حال آنچه گفتیم که مردم سالاری داریم، یک. و تا چند اندازه ما میتونیم از نظر جامعه که در اون داریم زندگی میکنیم، در این جامعه ما میتونیم به هر حال بیاییم و نقش آفرین باشیم، همینطور که در دورانی ما شاهد اون بودیم سلیمان حییم که دیکشنری اول رو به زبان فرانسه و به زبان انگلیسی در آوردن، مراد عریه در شرکت هایی که ایجاد کردن، کامران ها و همینطور الغانایان که در وهله اول ساختمان پلاسکو رو ایجاد کردن، افرادی مثل خانواده های نظریان که به هر حال ساختمان سازی و زهکشی تهران و اصفهان رو به عهده گرفتن. یعنی که فقط بحث بر این نبود که بیان برای جامعه خودشون بیان و خدمت بکنن، در جامعه که در اون زندگی تا چند اندازه میتونن نقش آفرین باشن. بحث ما بر اینه که در حال حاضر بعد از 40 سال یکایی که جوانان ما دو نسل داره میگذره، یعنی هر نسل رو 20 سال در نظر بگیریم، و اینا هم فرهنگ شدن، یعنی آمریکایی شدن، اسرائیلی شدن، آلمانی شدن، سوئدی شدن، و از نظر ریشه های خودشون هیچ نسبتی رو به ریشه های خودشون به جز فرهنگی که دارن و غیره رو در نظر نمیگیرن. و ما احتیاج به یک نواندیشی داریم و روشنگری از آنچه که داشتیم، اندوخته هایی که بوده، هزاران هزار میلیون دلار ممکنه در اختیار یک جامعه باشه، ولی به چه گونه این قدرت و آنچه که در اختیار دارند رو میتونند بیان توضیح بکنند، چه از نظر سرمایه، چه از نظر اندیشه، چه از نظر پیشبرد اهداف مشترک، چه از نظر همینطور میگیم شهرسازی که خودتون به عنوان یک مهندس در رأس این شرکت ها و یک هایی که تونستید شبکه‌ای رو ایجاد بکنید برای اینی که مثمر ثمر باشید در جایی که دارید زندگی میکنید. بحث ما بحثی هستش که نه فقط ریشه ای هستش، بلکه یک در یک قالب نوین از نظر نو اندیشی. و ما با پیشینه 2700 ساله جایی که گفت که چگونه در حال حاضر اندیشمندانی رو نداشتیم که بیان و یعنی بیان سرمایه گذاری کنن روی این نوع اندیشی برای افرادی که بتونن روی کار بیان و نه از نظر تمرکز قدرت، بلکه از نظر اندیشه ها، از نظر رهبری و لیدرشیپ بتونن جامعه رو به پیش برن. بحث ما در اندیشه برای این هستش که از یکایی که به هر حال افراد که کارشناس هستند، فرهیخته هستند، دانشوران، حتی یهودی که نباشند بلکه ایرانی تبار هستند، میتونن آمریکایی باشند، تا چند اندازه این افراد میتونن با ما همکاری داشته باشند برای اینکه بتونیم اندیشه نوین رو با پیشین نیاکانی که همسنگری که بین یهودیان و ایرانیان بوده رو در یک قالب نوینی بتونیم پیاده بکنیم، دست در دست یکدیگر در خدمت جامعه بشری و انسان نداریم.